دوستان عزیز، خدمت همه شما سلام عرض می کنم. فیض خداوند با شما باشه. شما برگزیدگان خداوند هستید و بدون چشمان خدا بر شماست و آرزوی من اینه که حضور او رو حس کنید، ضربان قلب او رو حس کنید، با او زندگی کنید، با او باشید و ایمان دارم که تا این لحظه که به این برنامه گوش میدید، خداوند در زندگی شما به طرز یا طرق مختلف کار کرد. عزیزان من، امروز ما ادامه میدیم سری درسایی در مورد شفاعت، خدمتی که اسمش رو گذاشتیم سرنوشت ها رو عوض میکنه، خدمتی که باعث میشه زندگی مردم عوض بشه، کلیساها عوض بشن، وقتی که این خدمت واقعا تشکیل میشه، انجام میشه، در واقع اسمش از دعای شفاعت. ما در جلسات قبلی در مورد این صحبت کردیم، در مورد خود شفاعت و خداوند به عنوان شفیع، و بعد در جلسه قبل صحبت کردیم که واقعا شفاعت چیه، چیست شفاعت، و امروز میخوایم صحبت کنیم که شفیع یا شفاعت کننده چه میکنه، کارش چیه. البته خیلی وسیع‌تر این خدمت از این که من بتونم بیان کنم، ولی در این فرصت کوتاه ابتدا یک تعلیم سبک خواهیم داشت و بعد امروز می‌خوایم در مورد شفاعت کاهنانه یا شفیع کاهن، شفاعتی که کاهن انجام میده، هارون کاهن، در مورد این صحبت خواهیم کرد. پس شفیع چه میکنه؟ از اینجا با هم شروع کنیم. اولین نکته ای که باید خدمتتون عرض کنم اینه که شفیع یا شفاعت کننده در واقع میشه گفت خوبی اون شخص رو میگه، چیزهای خوب میگه و نیکویی اونها رو بیان میکنه. وقتی که شاول پادشاه شروع کرد به جفای داوود، یوناتان پسرش رفت نزدش و از خوبی های داوود گفت. این شفاعت واقعیه. وقتی او از خوبی های داوود گفت در باب 19 اول سموئیل آیه 4 تا 5، در کتاب پیدایش باب 18 آیه 23 تا 25 ابراهیم شفاعت میکنه برای سدوم، ولی در واقع برای لوط برادر زادش، و مدام حرفای میزنه تو عادل رو از بین نخواهی برد. در واقع در حضور خدا چیزای نیکو میگه. شفاعت بدگویی نیست، خوبگوییه، خوشگوییه نزد خداوند. وقتی ما میخواییم کسی رو ببخشن، وقتی ما میخواییم کسی رو از کار بیرون نکنن، وقتی میخوایم کاری کنیم که پدر فرزندش رو ببخشه، میریم نزد اون شخصی که عصبانیه یا اون شخصی که نسبت به اون شخص جبهه گرفته، شروع میکنیم به خوبیهای او رو بیان کردن و چیزهای خوب گفتن. البته خدای ما انسان نیست، اما او دوست داره که فرزندانش برای هم بایستن و شفاعت کنن. ابراهیم به خداوند میگه که تو آیا عادل را با شریر از بین خواهی برد؟ ما در جلسه اول راجع به این صحبت کردیم. شاید 50 عادل دیگه اونجا باشه، شاید 40 تا باشه. خداوند و عصبانی نشی، تازه شروع به صحبت کردم، و همینطور ادامه میده. در واقع شفیع چیزای خوب میگه، هم در مورد کسی که دعا میکنه، هم در مورد خداوند. در واقع او هم خدای خودش رو دوست داره، هم مردم رو دوست داره، و میشه گفت کارهای خوب خدا رو، اعمال خوب خدا رو، وعده های خوب خدا رو به یاد میاره، مثل ابراهیم. نکته دوم، در واقع شفاعت کننده مثل یک میانجیه. اصلا خود کلمه کاهن، اصلا همین ریشش عبریه، اگه من اشتباه نگم، کاهن، یا در حتی
زبانهای دیگه همین کلمه استفاده میشه، که خودش به مفهوم میانجی هست و از این کلمه استفاده شده مخصوصا در زبان عبری. پس شفی میانجیگری میکن، در واقع بین دو نفر واسطه میشه که اونها رو با هم آشتی بده، واسطه میشه یکی رو به دیگری نزدیک کنه. همونطور که در بالا اشاره کردم در کتاب اول سموئیل باب 19 آیه 4 تا 5، یوناتان در واقع میانجی میشه بین پدرش و داوود تا اونها رو آشتی بده. عیسی مسیح خودش برای ما میانجی شد تا ما رو با پدر آشتی بده و یوناتان نزد پدرش میره، چیزای خوب داوود رو بیان میکنه و برای اونها میانجی میشه. این خدمت خیلی مهمی است. در کتاب لاویان باب 9 آیه 7 در مورد موسی به هارون میگه که به میز نزدیک شو و در اونجا برای خداوند قربانی بگذران و در واقع میگه که کفاره کن یا پوشش بده. باز در جای دیگه خواهیم داشت که هارون به عنوان یک کاهنی که شفاعت کاهنانه میکنه چطور پوشش میده و میانجیگری میکنه. لاویان باب 9 آیه 7. پس کاهن یک نوع میانجیست. سموئیل که نبی خدا بود و کاهن خدا بود، سموئیل در واقع برای شاول میانجیگری میکرد، نزد خدا دعا میکرد تا روزی که خدا به او گفت دیگه دعا نکن. اما در جای دیگه در کتاب اول سموئیل باب 12، اول سموئیل باب 12 آیه 21، سموئیل اینطور میگه: اما من هاشا از من که به خداوند گناه ورزده ترک دعا کردن برای شما نمایم، بلکه راه نیکو و راست را به شما تعلیم خواهم داد. در واقع سموئیل میگه که وای بر من اگه من بخوام برایش ترک دعا کنم برایش. در واقع او مثل یک میانجی برای قوم خدا در حضور خدا مدام دعا میکرد. عزیزانی که شفاعت میکنید و عزیزانی که نمیکنید، این خدمت هم زندگی شما را عوض خواهد کرد، هم زندگی دیگران را. دنیای ما احتیاج به شفیعان داره، دنیای ما احتیاج به کسانی داره که بیستند و برای مردمان شفاعت کنند. گاهی اوقات ما به عنوان مسیحی منتظریم تا ببینیم اتفاقات چجوری دنبال میشه. عزیزان بیستید و شفاعت کنید، بیستید میانجیگری کنید، بیستید برای مردم ترحم بخواید. عیسی مسیح روی صلیب برای دشمنان شفاعت میکرد. شفاعت مال فقط دوستان نیست، شفاعت برای دشمنان هم هست و اینجا میبینیم که شفیع این کارا رو میکنه. من سری نکته ها رو بگم و بعد به شفاعت کاهنانه میرسیم. پس شفی چیزهای خوب رو به یاد میاره، خوبیهای خدا رو عنوان میکنه و خوبیهای اون شخص رو. شفی مثل کاهن یک میانجیه، مثل یوناتان که عرض کردم. و بعد شفی سوم در شکاف میسته در حضور خدا. در کتاب حزقیال باب 22 آیه 30 خداوند اینطور میگه: و من در میان ایشان کسی را طلبیدم که دیوار را بنا نماید و برای زمین به حضور من در شکاف بایستد تا آن را خراب ننمایم، اما کسی را نیافتم. در اون زمانهای قدیم وقتی دیواری بنا میشد، مخصوصا در زمان نهمیا، افرادی تمام شب در شکافهای اون دیوارها نگهبانی میدادند که دشمن وارد نشه. در واقع اینجا حتی خداوند میگه من دنبال یه نفر میگردم که در حضور من برای زمین بیسته، دنبال یکی میگردم که در حضور من بیسته و بگه به این مردم رحم کن و شفاعت کنه، دل شفی داشته باشه. و همینطور در کتاب اعمال رسولان باب 27 آیه 22 پولس رسول بر اونجا در کشتی میسته و این حرفای زیبا رو به مردم میزنه: اکنون نیز شما را نصیحت میکنم. باب 27 اعمال رسولان آیه 22:
اکنون نیز شما را نصیحت می کنم که خاطر جمع باشید، زیرا که هیچ ضرری به جان یکی از شما نخواهد رسید مگر به کشتی، زیرا که دوش فرشته آن خدایی که از آن او هستم و خدمت او را می کنم به من ظاهر شد و گفت: ترسان مباش، زیرا باید در حضور قیصر حاضر شوی و اینک خدا همه همسفران تو را به تو بخشیده است. در واقع پولس برای این افراد در اون شکاف ایستاد، چون سوم نکته ما اینه که اون شخص در شکاف میسته، در جایی که باز مونده. گاهی در کلیسا یک جایی بازه، کسانی که شفاعت کنندن باید اونجا رو با دعا پر کنن. در زندگی ما یک جایی بازه، شفاعت کننده ها باید پر کنن و پولس در واقع همین کارو کرد. در کتاب اعداد باب 16 آیه 48 میبینیم که هارون کاهن که امروز در مورد او صحبت خواهیم کرد در شکاف میسته، یعنی یک بلای، یک لعنتی نازل شده بود و او میره و میسته. دفعه قبل هم عرض کردم شفاعت با دعای معمولی فرق میکنه. شفاعت در واقع شما میرید در اون منطقه خطر میستید و شروع میکنید به دعا کردن، و من امروز باز مثالهای خواهم زد که بیشتر برای شما باز بشه. اما نکته چهارم دیگه، شفیع چه کاری میکنه یا شفاعت کننده؟ در واقع او جای دیگری میسته. در کتاب ایوب باب 9 آیه 32 33 در واقع آرزویی است که او میگه که کسی نیست که دست خودش رو بر ما دو نفر بگذاره و در میان ما داور باشه و میانجی، رو ایوب میگه. در واقع احتیاج داره کسی جای او بیسته. عیسی جای ما ایستاد و در واقع شفیع در جای دیگری میسته. نهمیا در واقع جای پدرانش عذرخواهی میکنه، میگه که من از طرف پدرانم، ما گناه کردیم. خودشم خودش رو گناهکار اعلام میکنه. در کتاب پیدایش باب 19 آیه 29 در واقع ابراهیم جای لوط میسته. در واقع شفاعت کننده میگه که من جاش میستم و براش دعا میکنم، بذار بلا رو من بیاد. اینقدر او در واقع میشه گفت محبت داره نسبت به انسان ها. پس اینم نکته چهارم. نکته پنجم که شفاعت کننده چه میکنه؟ شفاعت کننده در واقع نقش یک وکیل رو بازی میکنه. ما خیلی دوست داریم که همیشه دادستان یا قاضی باشه، اما وکیل بودن سخت‌تره، چون باید مردم رو تبرئه کنه. حتی وکلایی هستن که میدونن موکلشون گناهکاره ولی سعی میکنن تنبیهش رو کمتر کنن. شفیع یک وکیله. در رساله اول یوحنا باب 2:1 میگه که اینو به شما مینویسم تا کسی گناه کنه، اما اگه گناه کردید بدانید شفیع داریم نزد پدر که عیسی مسیح باشه. عیسی مسیح روی صلیب شفاعت میکنه، پدر اینا رو ببخش، نمیدونن چه میکنن. در لوقا 23:34 پس در حتی در باب 8 انجیل یوحنا وقتی زن زناکار رو پیش عیسی میارن، در اونجا او به او میگه که برو، من هم تو را محکوم نمی کنم. و عیسی مسیح در اونجا مثل یک موکل از این زن دفاع میکنه و که میخوان او را سنگسار کنن به خاطر زنا، عیسی مسیح میگه که کسی که گناه نداره سنگ اول رو بندازه، و در واقع مثل یک موکل برای زن میسته. عزیزان، دلهای ما چقدر دلهای وکیله و چقدر دلهای یک دادستانه. قدیما به نمایندگان مجلس میگفتن وکیل مجلس. میدونید چرا؟ چون این نمایندگان رو وکیل مردم میدونستن. الان هم در واقع اینجوری استنباط میشه، گفتن این وکیل مجلسه، یعنی وکیل مردم، از حقوق مردم باید دفاع کنه اونجا. ما هم به عنوان یک مسیح، به عنوان یک خادم،
به عنوان یک شخصی که دید داریم باید نسبت به مردم حالت وکیل داشته باشه، مخصوصا کسانی که خادمن، شبانن، خدمت میکنن و دل وکیل داشته باشن. همیشه از مردم پشتیبانی کنیم و سعی کنیم خیلی کم دادستان بشیم، چون دادستان کلمون خداوند ماست. پس در واقع یک نوعی وکالت شفاعت که ما سعی میکنیم تبرئه کنیم و بیستیم. ششم، شفاعت کننده، ششمین نکته، در واقع اراده خدا رو اعلام میکنه. ما در دعا چه چیزی رو اعلام میکنیم؟ پولس رسول توی کشتی که خدمتتون عرض کردم در باب 27 اعمال رسولان اعلام کرد که خداوند نمیذاره چیزی از سر شما، موی از سر شما کم بشه. و همینطور میدونیم که در متی باب 6 آیه 10 ما در دعای ربانی یاد میگیریم، میگه ملکوت تو بیاید و اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. در واقع یک شفاعت کننده این رو اعلام میکنه و بهترین ها رو برای شخص اعلام میکنه. ما ایرانی از لحاظ زبانی خیلی خوب برای هم آرزو میکنیم، اگه بتونیم همونجوری برای هم دعا کنیم، شفاعت کنیم و بیستیم، این بسیار عالی خواهد بود. وقتی که ما اعلام کنیم، اگر راجع به ضعف کسی میشنوید، اگر راجع به گناه کسی میشنوید، قبل از این که براش حرفی بزنید، غیبتی بکنید، برای بیستید، بگید خداوندا من طوری نیستم برای این شخص، انگار خودم تو مشکلم، انگار خودم در گناه افتادم، برای این شخص میستم، برای اون اعلانهای خوب میکنم، برای اون اعلان شفا میکنم و آزادی میکنم. عیسی روی صلیب اعلام کرد پدر اینها رو ببخش، نمیدونن چه میکنن. خودش روی صلیب اعلام محبت کرد برای یوحنا و مریم، این رو در معجزه قبلی شنیدید احتمالاً. پس شفاعت کننده اعلان نیکو میکنه، اعلان مثبت میکنه. در نکته هفتم، در واقع شخصی که شفاعت میکنه دست خدا و انسان رو در دستاش میگیره. مثل اینه که شما دو سر سیم فاز و نول رو بگیرید، چه برق وحشتناکی شما رو تکون خواهد داد. خدا فاز، احسان نوله، مثبت و منفی. شفاعت کننده این کار رو میکنه، چه جای خطرناکیه نه؟ وقتی ما شفاعت میکنیم در جای میستیم که دست داد. در ایوب باب 22 آیه 24 تا 30 در قسمت هایی در اون آیات 29 و 30 میگه که اگر کسی را پست کردن تو خواهی گفت بلندی، در واقع که بلند بشن. در واقع راجع به این صحبت میکنه، این قسمت رو کاملا نمیخونم، ایوب 22 26 تا 30، که دل ایوب چنین شخصی بود خودش که کسانی که پست بودن بلند میکرد. خود عیسی مسیح میرفت و زکا رو پیدا میکرد، افرادی که پست بودن بلند میکرد و در واقع خودش دست پدر رو گرفت، دست ما رو گرفت و به هم پیوند داد. و ما به عنوان شفاعت کننده، شفاعت کنندهایی که پر تجربه هستن، در واقع می ایستن بین انسان و خدا و دست خدا رو در دست انسان می زنن. در کتاب یهودا باب، در واقع یک باب داره 21 تا 23 میگه که در واقع کاری کنیم که از اون آتش نجات بدیم مردم رو و به سختی بتونن نجات پیدا کنن از اون آتش جهنم و از اون چیزی که باید دوچارش بشن. پس شفاعت کننده وقتی میخواد دست خدا و انسان رو بگیره، هم باید دلش با خدا راست باشه هم با انسان، باید هم عشقش به خدا زیاد باشه هم عشقش به انسان. من نمیتونم یک شفیع باشم وقتی بگم خدا رو خیلی دوست دارم اما انسانها رو دوست ندارم. در واقع من باید با هر دو صمیمی، با هر دو عاشق، با هر دو با محبت باشم که بتونم دستای اینا رو بگیرم، بگم خداوندا این رو قبولش کن، این رو نجاتش بده و بیستم برای مردم. چقدر مادران هستن که برای فرزندانشون ایستادن،
روزها و ساعتها روزه و دعا گرفتن تا فرزندانشون نجات پیدا کنن. در واقع بین خدا و فرزندشون ایستادن و دست از دعا نکشیدن. پس اینا نکاتیه که نشون میده شفیع یا شفاعت کننده چه میکنه و مثل کاهن چجوری در واقع شفاعت میکنه. عزیزان اگه شما این دعوت رو دارید در این خدمت مهم، خودتون رو باید خیلی آماده کنید، همیشه در دعا باشید، همیشه بتونید آپدیت باشید و بدونید روح القدس چی میگه تا این خدمت رو بتونید انجام بدید. و من دعا میکنم در خیلی از کلیساها عزیزان این خدمت شروع بشه و ادامه پیدا کنه. ما در این سری دروس هر بار یک سری اینطور اطلاعات میدیم و بعد یک شخص را که شفیع با هم بررسی میکنیم. امروز میخواییم راجع به هارون کاهن با هم بررسی کنیم. هارون برادر موسی که کاهن اعظم قوم اسرائیل بود، در باب 16 کتاب اعداد که چهارمین کتاب از توراته، میخوانیم در مورد یک اتفاق، یک کودتا، یک اسیان، یک سرکشی در قوم انجام میشه و خدا تمام اون افراد رو در واقع تنبیه میکنه و اونا از بین میرن. اما میخوام با هم نگاه کنیم اعداد باب 16 آیه 41 تا 50، آیه 41 تا 50. من میخوام اون قسمت رو براتون قرائت کنم و در فردای اون روز آیه 41 تمامی جماعت بنی اسرائیل بر موسی و هارون هم همه کرده گفتن که شما قوم خداوند را کشتید. میبینیم که باز یک در واقع اعتراضی انجام میشه. و چون جماعت بر موسی هارون جمع شدند به سوی خیمه اجتماع نگریستند و اینک ابر آن را پوشانید و جلال خداوند ظاهر شد. چقدر برای خادمینش خداوند اهمیت قائل بود که وقتی که بر علیه اونها اعتراض میشد ابر خدا پایین می اومد و می پوشانه تا به اونا بگه به اینا دست نزنه. چقدر عالیه که ما اونقدر مثل موسی و هارون محض داشته باشیم تا همیشه مردم ابر جلال خدا را تو زندگی ما ببینن. اما موضوع ما بیشتر این ابر جلال نیست، بلکه عملی که موسی و هارون نشون میدن. موسی و هارون پیش خیمه اجتماع آمدن. میدونید این خیلی شبیه یک اتفاقی که شاید ممکن در یک کلیسا بیفته، در یک اجتماع بیفته، یک اعتراضی بشه و رهبران چه کاری باید بکنن. میدونید خدا حاضره، ما باید به حضور او بریم، ما باید به حضور خدا بریم. اگه اتفاقی تو زندگی شما، تو خدمت شما، تو کلیسای شما میفته، شما مثل موسی و هارون برید وارد اون ابر بشید، به بحث نپردازید، خیلی وارد بحثا نشید چون هیچ نتیجه ای نداره. برید در حضور خدا و اونجا بمونید تا بفهمید چه باید بکنید. اونها وارد حضور خدا و پیش خیمه اجتماع که میشه گفتون کلیساشون یا معبدشون بود اومدن و خداوند موسی را خطاب کرده گفت از میان جماعت دور شوید تا ایشان را ناگهان هلاک سازیم. و ایشان به روی خود در افتادن. و اونا اومدن در حضور خدا ببینن خداوند چی میگه و کلام خدا اینه دور بشید از اینجا، میخوام همه اینا رو هلاک کنم، از بین ببرم. مثل اون مثالی که در دفعه قبل زدیم که موسی چطور ایستاد، این بار هم همین اتفاق میفته. به ناحق علیه اونا توطئه کردن. ولی میدونید وقتی کسی که قلب شفاعت داره، عزیزان یک رمزی بگم، خدا به افرادی در واقع میشه گفت مردم رو، کلیسا رو خدمت بزرگ میده که دل شفاعت داشته باشن، دل پر از محبت داشته باشن. و در اینجا موسی و هارون نمونه اینن. وقتی خدا میگه از اینجا دور بشید، اینا برعکس انجام میدن، به رو در می. به رو افتادن نوعی پرستش، نوعی تقاضا، نوعی خواهش
وقتی اینا به رو می افتادن گاهی اوقات میشه گفت با تمام بدنشون در حضور خدا دراز میکشتن، نه که فقط زانو میزدن، اصلا میخوابیدن کاملا، در واقع به پای خدا میافتن، میخوان بگن نه نکن این کارو. میدونید ما گاهی اوقات وقتی خبر بد میشنویم و اینا افرادی هن که ما اونا رو خیلی دوست نداریم، میگیم دلم خنک شد. این دل شفیع نیست. پولس رسول در کتاب در رساله قرنتیان باب 13 در مورد محبت میگه محبت با راستی شادی میکند و از ناراستی خوشوقت نمیشود، یعنی با ناراستی شادی نمیکند. هارون و موسی به رو در افتادند و در اینجا میبینیم که کار هارون شروع میشه به عنوان کاهن. ما هم طبق کلام خدا، طبق مکاشفه باب 1 آیه 6 که خداوند ما را کهنه، کاهنان و پادشاهان ساخت، ما هم شفیعان هستیم در این زندگی. شما یک آزمایشی بکنید، یک شفاعتی انجام بدید برای یک نفر در طول یک هفته، خواهید دید خیلی چیزا عوض میشه. من شبانی داشتم که همیشه به ما یاد میداد شفاعت کنید و ما از اون میپرسیدیم با این شخص حرف زدید عوض شد؟ میگفت نه، من براش دعا کردم. و چقدر عالیه که ما هم این دعا رو ادامه، چون دعای ما بیشتر از حرفای ما کار میکنه، شفاعت ما بیشتر از بحثای ما کار میکنه. در یک کلیسایی که همه چی خیلی قاطی شده بود، شخصی به من تلفن زد چه کار کنم. گفتم هیچ کاری نباید بکنید، چند نفر با هم جمع بشید و شفاعت کنید فقط، چون این بحثا جایی نمیرسه. وقتی یک روح شریر، روح جدایی وارد شده، کاری نمیشه انجام داد به جز شفاعت. اونا به رو در افتادن. زمانی ابراهیم به رو در حضور خدا افتاد و موسی که همیشه عادت داشت به رو در افتاد و این نشانه تسلیم و یک تواضع. و در همون لحظه در جایی که میخواد در واقع اون داوری خدا شروع بشه، خدا موسی به هارون میگه مجمر خود را گرفته آتش از روی مذبح در آن بگذار و بخور بر آن بریز و به زودی به سوی جماعت رفته برایشان کفاره کن، زیرا غضب از حضور خداوند برآمد و وبا شروع شده است. چقدر اوضاع وحشتناکی بود. وبا شروع شد، ضربه خدا نواخته شد، قوم دارن میمیرن، اما اینجا کی باید بیسته؟ اطراف ما پر از مرگ عزیزان، چیزایی داره انجام میشه. ما شاید ساعتها رادیوها و تلویزیونها رو گوش بدیم، اما چقدر خوب میشه لاغت دقایقی رو برای ملتمون بیستیم، برای مردممون، برای همه بیستیم. فرق نمیکنه، دوست و دشمن نداریم، همه واقعا فرزندان خدا هستن. و موسی به هارون میگه که مجمر خودتو، مجمر در واقع امروز هم در خیلی کلیسای سنتی استفاده میشه، یک آتشدانیه که توش آتیش میذارن و روش کندور یا نوعی بخور که بوی خوش که نشانه دعاست. در واقع موسی به اون میگه مجمر خود را گرفته. پس خود ماها مجمرهای خدا هستیم. هارون کاهن اعظمه. طبق عبرانیان 7:25 کلام خدا میگه که ما هم کاهنی داریم که توسط اون به خدا نزدیک میشیم. عبرانیان 7:25 و میگه که این آتشدان تو بردار. ما میتونیم شفیان خوبی بشیم وقتی درون ما از آتش خدا پر باشه، از عشق خدا پر باشه. و میگه برو از روی مذبح. مذبح جایی بود که اونجا قربانی میشد. مذبح ما جلجت هست. عیسی قربانی شد تا از طریق او آتش رو در درون ما بیاد. اگر شما شفاعتتون رنگ باخته چون آتشتون کم شده، باید از روح القدس پر بشید. پری روح القدس، آتش خدا میتونه زندگی شما رو تحت شعاع قرار بده و شما بتونید یک شفاعت کننده قوی باشید و خداوند را بتونید عبادت کنید و باعث تغییر زندگی ها بشید. من میگه خب آتیش بریز درون و بعد بخور بذار
که بخور هم نشانه یا همون کندور نشانه دعای ماست، آتش روح القدس، آتش و عشق مردم، و دعای ما میتونه عوض کنه سرنوشت قوم رو، میتونه عوض کنه همه چیزها رو. و میگه که به زودی به سوی جماعت رفته و برای ایشان کفاره کن. در واقع هارون رو میفرسته وسط فاجعه، وسط منازعه، میگه برو داخل مردم رو کفاره کن. کلمه کفاره به مفهوم پوشش هست. یک شفاعت کننده در واقع مردم رو پوشش میده. اگه شما کندر رو بخوری بسوزونید، تمام همسایاتون اون بو رو حس میکنن. دعای ما، دعای شفاعتی ما اینطور میره و تمام اطراف ما رو میپوشونه. به دعای خودتون ایمان داشته باشید. و واقعا اگه در کلام خدا این همه هست، پس اثر داره، مهمه و ما باید این دعا رو انجام بدیم. او در واقع میپوشونه. و در آیه 47 میگه پس هارون به نبی که موسی گفته به آن را گرفت، در میان جماعت دوید. یک شفاعت کننده فقط انگار گوشاش به اینه که کجا مشکل است، بدوی اونجا. و هارون هم همین کار دفید به طرف جماعت، چون اونجا مرگ شروع شد، داره میره یک جای خطرناک بیست. این شفاعت کاهنان است. عرض کردم خود کلمه کاهنم به معنی همین میانجیه در عبری، کسی که میسته وسط دو چیز. و هارون به عنوان یک کاهن، ما هم به عنوان کاهنان میستیم. شبانان عزیز، خادمین عزیز، همکاران عزیز، بیستید برای مردم، بیستید برای کسانی که واقعا در مشکل هستند، و شما باید اون وسط بیستید. گاهی اوقات ما میگیم مردم شفاعت کنن، مردم دعا کنن، نه، خود خادم باید خودش در مرکز شفاعت قرار بگیره. در کتاب مقدس مثلا در عهد عتیق در واقع خادمین شفاعت میکنن، رهبران شفاعت میکنن برای مردم. وقتی که این دعای شفاعت در کلیسای ما بیشتر تشکل یافت و شروع شد، الان همین الان شما اگه یک تلفنی هست متاسفانه زبان فارسی نمیدونن زنگ بزنن، در واقع در عرض نیم ساعت 200-300 نفر برای شما دعا خواهند کرد. و اینا افرادی که آمادن ببینن کجا مشکل است براش دعا کنن. و چقدر عالیه که ما چنین شفیعانی داشته باشیم و این خدمت رو در کلیساهامون شروع کنیم. پس هارون برداشت اون آتش رو، برداشت دعا رو، برداشت پری روح القدس رو. و ما هم احتیاج داریم این آتشدانمون، این مجمرمون رو پر از اون آتش روح القدس کنیم و دعا کنیم و بیستیم برای زندگی مردم. و میگه در میان جماعت دوید و اینک وبا در میان قوم شروع شده بود. پس بخور را بریخت و به جهت قوم کفاره نمود، یعنی پوشوند مردم رو. و در آیه 48 میگه و او در میان مردگان و زندگان ایستاد و وبا بازداشته شد. عرض کردم شفی یک میانجیه، این خدمت خدمت میانجیگریه. و هارون به عنوان کاهن، مثل کاهن اعظم ما عیسی مسیح که بین مردگان و زندگان ایستاد و ما رو به حیات ابدی برد، هارون اینجا میسته برای بین مرده ها و زنده ها، در مرز مرگ و حیات، در مرز نور و تاریکی، در مرز فرشته مرگ و فرشته خدا میسته. یک قدم اونورتر مرگ بود، یک قدم اونورتر حیات بود، و یک شفاعت کننده در اون جای خطرناک میسته، با روزه و دعا میسته، دعا میکنه پس خداوند میخواد این مرگ قطع بشه، این بلا بگذره. و هارون این شفاعت رو انجام میده در اون مرز مرگ و زندگی. برای همین خدمت شفاعت، خدمت یک عزیزان، واقعا خدمت میشه گفت خطرناکه، ولی سرنوشتا رو عوض میکنه، چون شفی باید در جای بیسته و بتونه کفاره کنه. و با قد شد خیلی افراد، 14700 و بعد دفر از بین رفتن، اما
وقتی که هارون، پس هارون نزد موسی به در خیمه اجتماع برگشت و بار رفع شد. این یک شفاعت کاهنان است. هارون موضوع اون مجمر نبود، موضوع دل هارون بود. در باب بعد، باب 17 میبینیم که وقتی که باز یک اعتراضی میشه و 12 رهبر قوم عصاهاشون رو میگذارن تا معلوم بشه چه کسی کاهن اعظم میشه، میبینیم عصای هارون شکفته میشه، گل میده، بادام میده. چرا؟ اگر مردی برای ملتش میسته اونقدر که حاضره بمیره شفاعت کنه، بدونید عصای این شخص شکفته میشه. عصا نشانه اقتداره، نشانه سلطنته، نشانه رهبریه. خدا به کسانی رهبری میده که دلشون برای مردم میتپه. خدا به کسانی کلیسا میده، قوم میده، افراد میده که دلشون مثل هارون میتپه و حاضرن مثل هارون بیستن و اونها رو از مرگ نجات بدن. و با قطع میشه و هارونم به عنوان یک شفیع کاهن اسمش اینجا نوشته میشه و بعد عصای او شکفته میشه. عصای اقتدار شما هم شکفته میشه اگر مثل هارون بیستید. میدونید ما به اطرافمون نباید بی تفاوت باشیم. من میخوام مثال بزنم از همین جایی که من زندگی میکنم. مدتی بود دیدم که درست در مقابل کلیسای ما، یعنی خانه ما، جایی که جلسه داریم، مرتب تصادف میشه. خب از لحاظ طبیعی نگاه کنی یکم سرپایینی ماشینا میان، ولی درست در خونه ما یا صدا میومد، ماشین اومده تو پیاده رو زده، یک آهنی رو انداخته، یه روز صدا، دو تا ماشین به هم زدن، حتی یک خانم تصادف کرد یه 20 متر قبل از خونه ما و فوت شد این خانم. و همه اینا ما رو بر این واداشت. رفتیم بیرون با رهبرانمون، واقعا شروع کردیم با روغن مسح کردن اون اطراف رو به عنوان سمبل حضور روح القدس و این لعنت رو از اینجا دور کردیم و تصادف از خیابان ما قطع شد. مدت ها گذشت، چند سال، باز یک روز یک تصادفی شد، انگار یک دری باز شد، بعد تصادف بعدی شد. من یک روز صبح زود 6:30 رفتم تمام این منطقه رو قدم زدم و دعا کردم و تا امروز هیچ تصادفی نشده. وقتی که ما میستیم و شفاعت میکنیم و دعا میکنیم، خدای ما قادره که دنیای ما رو عوض کنه، مردم رو عوض کنه. خانواده های زیادی هستن دارن میپاشن. بیشتر از اینکه درباره اونا صحبت کنیم، بیایید دعا کنیم و شفاعت کنیم. بیستیم برای اونا، بطلبیم برای اونا، فریاد بزنیم برای اونا، روزه بگیریم برای اونا. این دل شفیع و شفاعت کننده است. باشه که خداوند به شما هم این دل رو بده و این دل رو بخواید. مطمئنم که دارید، باید اون دل رو وسیع کنید، ایمان شما قوی بشه، چون خدای شما نیکوست. مثل خدای خودتون نیکو باشید، ایمان خدای خود رو داشته باشید، با چشمان او به مردم نگاه کنید، با دل او مردم رو حس کنید و مطمئنم که دعای شما باید وباها، لعنتها را از ملت ما، از کلیسای ما ببره. پس خداوند شما رو برکت بده. دعای من اینه که شما بتونید شفیع قوی، شفیع پر از مس برای خداوند باشید. همین الان بعد از این پیام زانو بزنید و شفاعت کنید برای فامیلاتون، برای شهرتون و کشورتون. ارمیا میگه به هر شهری که شما رو به اسیری میبرن، برای سلامتی آن شهر دعا کنید، زیرا که در سلامتی آن شهر سلامتی شماست. پس شفاعت کنید و دنیا عوض میشه. خداوند شما رو برکت بده. شما رو به خداوند میسپارم. آمین.